سلام میگم به خانواده خداوند، مهمونای عزیز در نزدیک و همینطور هم در دور. موضوع امروز پرستش در هیبت و در قدوسیت، یا پرستش در خدا ترسی و قدوسیت. ما در اول ژانویه با نسرین اینجا با هم یک اعلامی کردیم که این سال 2023 سال شکرگزاری هست، ستایش هست، پرستش، سالی که نام پادشاه ما عیسی مسیح برافراشته و تجلیل شود. آمین. این ایمان ماست که امسال خداوند یک کار جدیدی خواهد کرد و یک پرستشی در بین ما یا در قلبای ما به وجود خواهد آورد. این چیزی که الان برادرمون بهروز گفت یه چیزی فوق‌العاده عالی، نه فقط عالی بلکه اصلا فوق از فکرها و تصورهای ما. من فکر میکنم الان در حال حاضر زمانی که ما پرستش میکردیم، آلمانی میگن وی هم دین هیمل نو انگی کرتست، یعنی ما آسمون رو فقط یک کم کرتستن. چی میشه فارسی؟ خرار خط انداختیم، فقط یه قسمت. و باور میکنم، یعنی خدا به هر حال عیسی مسیح خوشنوده و لذت هم میبره با زمانی که ما در روح و راستی پرستش میکنیم. فقط من فکر میکنم و باور میکنم که یک پرستشی به وسیله روح القدس اتفاق خواهد افتاد که واقعا فوق از فکر و تصور ماست. ما با ستایش و پرستش در روح و راستی، با شایستگی، خدا ترسی، قدوسیت و فروتنی می توانیم جلال و پادشاهی عیسی رو به کلیسا بیاوریم. چیزی که اونجا نوشتم، نه پرستشی که ما میایم اونجا بعضی وقت جسمانی، بعضی وقت همینطور با قدرت خودمون، بعضی وقت میگیم که واقعی وظیفه ماست الان باید پرستش کنیم، بلکه یه پرستشی است که خدا میخواد هدایت کنه و اینم به وسیله روح القدس انجام خواهد شد. و پرستش و ستایش زمانی که وجود میاد در این کلیسای در قلبای ما، زمانی است که عیسی بر همه حوزه‌های درونی ما تسلط پیدا کرده باشه. اینم همه چی رو نوشتم که بعضی وقت که اشتباه میخونم یا اشتباه میگم درست متوجه باشین. یعنی زمانی که عیسی مسیح شروع میکنه پادشاهی خودش رو برپا کنه، اون موقع هست که یک پرستش واقعی، حقیقی، در راستی، همینطور هم در قدوسیت به وجود میاد. زمانی که توی مکاشفه این قسمت ها رو میخونیم، اونجا خیلی زیاد در مورد پادشاهی خدا، در مورد پادشاهی عیسی مسیح صحبت میکنه. در کتاب مکاشفه باب 11 آیه 17 اینجا نوشته: و گفتند تو را شکر میکنیم خداوند، خدای قادر مطلق، که هستی و بودی، زیرا که قوت عظیم خود را به دست گرفتی و سلطنت پرداختی. یعنی اونجاست که الان عیسی مسیح رو دیده میشه که چطور عیسی مسیح پادشاهی خودش رو الان آمده و پادشاهی خودش رو آورده و الان سلطنت میکنه. به این خاطر میگن ای خدای قادر متعال یا قادر مطلق، تو که بودی و هستی الان سلطنتی تو رو به دست گرفتی. همینطور هم در باب 19 آیه 6 اینجا میگه که و شنیدم چون آواز جمیع کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز ردهای شدید که می گفتن هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است، شادی و وجد نماییم و او رو تمجید کنیم. این یک روزی هست که اینو ما تجربه خواهیم کرد در آسمون.
یک روزی عیسی فرمان روای جهان را به دست خواهد گرفت. فقط قبل از این او باید در قلب‌های ما شروع کنه به سلطنت کردن. شاید ما میگیم که خب عیسی مسیح در قلب من هست و عیسی مسیح رو عنوان خداوند من قبولش کردم. فقط قبول کردن و همینطوریم عیسی مسیح عنوان خداوند قبول کردن در قلبمون معنی نیست که عیسی مسیح در قلب تو روی نفس تو تسلط پیدا کرده در تمام قسمت‌های زندگی تو. جالب زمانی که نگاه می‌کردم فکر می‌کردم عیسی مسیح زمانی که آسمون رو ترک کرد آمد به این دنیا تک تنها علیه شیطان ایستاد، علیه شیطان اونجا جنگید. هر چقدرم شیطان از ما از انسان استفاده کرد که عیسی رو نابود کنه، از بین ببره، چطور عیسی مسیح تنها ایستاد جلوی این شیطان و او رو روی صلیب اونجا با مرگش، با دفنش، با قیامتش تمام قدرت شیطان رو از دست یعنی گرفت و همینطور پیروزمند ظفر یافت و همینطور تقریبا میتونم بگم شیطان رو مات ساخت. هر چقدر شیطان از انسان استفاده کرده بود که عیسی رو نابود کنه، پادشاهی او رو نابود کنه، عیسی مسیح تنها جنگید و اونجا برنده شد. عیسی مسیح مشکلی دیگه با شیطان نداره. ما هم معمولا مشکلی با شیطان نداریم. هر چقدرم سعی میکنه ما رو از این مسیری که ما میخوایم بیایم بیرون ما رو نگه داره. فقط الان کار عیسی مسیح که زمانی که قدرت شیطان رو شکوند الان رو به روی قلب‌های ما شد. رو به روی قلب‌های ما شد که میگه که الان همه چی رو من انجام دادم تک تنها. الان من میخوام در قلب تو تسلط پیدا کنم. و جالبش اینه که امروز هم همینطور فکر میکردم که اون قدرتی که شیطان داشت عیسی مسیح شکوند فقط جلوی قلب‌های ما ایستاده به احترام به اراده ما جلوی در قلب ما ایستاده، هیچ کاری نمیتونه انجام بده که تسلط در قلب‌های ما پیدا کنه، چون به اراده ما رو احترام میذاره. نگاه کردم گفتم این عیسی مسیح آسمون رو ترک کرد، آمد تنها با شیطان جنگید و او رو نابود کرد، زیر پاش له کرد، فقط جلوی ما، جلوی در ما، در قلب ما ایستاده، کاری نمیتونه بکنه جز از اینکه ما اجازه بدیم او بیاد و تسلط پیدا کنه. یادتون هست توی مکاشفه میگه که من جلوی در تو ایستادم و میکوبم. این برای بی ایمانان نیست، این برای ایماندارانه. جلوی در تو ایستادم و میکوبم، هر کی درشو باز کنه، در قلبشو باز کنه، من میام تو و او این شام خداوند رو خواهم خورد و او با من. این خدایی که اونقدر اراده ما رو، تصمیمای ما رو جدی میگیره و جلوی در ما ایست، در قلب ما ایستاده و میگه که اجازه میدی من وارد بشم و در نفس تو، روی زندگی تو تسلط، نه تسلط پیدا کنم که تو رو اسیر بسازم، عزیزان تو رو از خودت آزاد کنم. این هدف عیساست، ما رو از خودمون. عزیزم دشمن من شیطان نیست، شیطان زیر پای عیسی مسیحه. دشمن اصلی من خودم هستم، این آلبرتی که اونجا هست و این آلبرتی که نمیذاره عیسی مسیح حکومت کنه.
این آلبرتی که هست دنبال جلال خودشه، این آلبرتی هست که دائما با هیلگری، با نمیدونم هزار تا چیزایی که این انسانیت کهنه داره، میخواد جلوی عیسی مسیح رو بگیره. عیسی مسیح باید ما رو از اسارت خودمون آزاد و رهایی کنه. اون موقع یک پرستشی به وجود میاد. پرستش به وجود میاد زمان جایی که عیسی حکومت میکنه. آمین. مکاشفه رو خوندیم. هللویا بر تو. تو سلطنت رو گرفتی. جلال بر نام تو. جایی که عیسی مسیح تسلط پیدا نکرده، اونجا فقط میتونیم بگیم مرسی خداوند، تشکر میکنیم از تو. وارد این قدس الاقداس نمیشیم، وارد یک مکانی نمیشیم که اونجا پادشاهی خداست. تمام چیزایی که دشمنای ما هستن و اینا دشمنای پرستش هستن، این غروره، لجبازی، اینطوری چیزایی نوشتم، این چیزایی هستن که جلوی پرستش میگیرن. این چیزایی هستن، رفتارهای شخصی، رفتارهای از این انسانیت کهنه است که جلوی پرستش میگیرن. بی صداقتی، غریب و فریب و خودفریبی، خودخواهی، حق طلبی، حسادت، نفرت، تکبر، بی تفاوتی، دروغ، نااطاعتی، بی حرمتی و چیزهای دیگه هم میتونین اضافه کنین. این مانع، این موانع، مانع ستایش و پرستش میشود. به این خاطر چطور میتونیم عیسی رو به روح و راستی پرستش کنیم زمانی که این، بگم که این پادشاهی در ما قرار گرفته؟ و به این خاطر میگم که عیسی مسیح الان جلوی در ما ایستاده و میکوبه و میگه که اجازه میدی وارد بشم و تمام این چیزایی که اینجا نوشته شده از بین ببرم، که روی صلیب این کار رو انجام دادم، که آزاد بشی از این چیزا، آزاد بشی از این رفتارهاست پرستش به وجود میاد. یک کسی که واقعا از یک، میگم حسادت، که یک مریضیه، کمبود محبته، زمانی یک کسی آزاد میشه و میگه که دیگه چشم من روی افراد دیگه نیست، یک کسی هست که عشق محبت مسیح رو دریافت کرده، آزاد شده. حسادت یک مریضیه که در ما رو خفه میکنه. تنفر، یه کسی که یه ظلمی نسبت به تو کرده، تنفر یه چیزی هست که تو رو خفه میکنه، تو رو میکشه. چطور میتونی خدا رو در راه روح و راستی پرستش کنی زمانی میخوای بیای اینجا جلوی خداوند، تمام این افراد جلوی چشمت میاد، فکرت میاد یه جای دیگه، نگرانی، دنبال جلال خودت یا دنبال پادشاهی خودت هستی. چطور کنم که موفق بشم؟ چطور بتونم مشکل رو حل کنم؟ این پول و این هزار تا چیزایی هستن که اونقدر ما رو مشغول میکنه. ما فقط میام به حضور خداوند، پرستش میکنیم، کلام رو اعلام میکنیم و با قلبمون یه جای دیگه هستیم. خدا با رحمتهای خودش میاد یک لمسی به تو میکنه، اینم که تو رو کنجکاو کنه، بگه که ببین من چیز خیلی بهتری، زیباتری، پرشکوفتری برای تو دارم. پرستش به وجود میاد زمانی که تو اجازه میدی عزیزان خدا در تو معجزه کنه. این دو هفته پیش، این معجزه ادامه معجزه دو هفته پیش میکنم. پرستش به وجود میاد زمانی که خدا در تو معجزه کنه و زمانی که تو اجازه بدی او داخل بشه و این کار رو در تو انجام بده. و این زمانی میشه، زمانی که تو تسلیم میشی، زمانی که پرچم
سرسپردگی یا ورشکستگی اینو بلند میکنین. تقریبا در گذشته این طور زمانی که یک کشوری بود که دیگه بخواست تسلیم بشه پرچم رو چیز میکرد، میگه که من تسلیم هستم. و زمانی که در این قسمت ها، حالا نمیدونم چه قسمت هایی هست که در ما وجود داره، در من خیلی چیزایی بود که کور میکنه، کر میکنه، اصلا متوجه نمیشیم این چیزا رو داریم، این خصوصیت های در ما هست. زمانی که تسلیم میشیم، شمشیر عدالت خودمون میذاریم زیر پاهای عیسی مسیح، این جوشن عدالت خودمون ور میداریم میذاریم اینجا، عدالت، من عدالت رو میگم چیه، زمانی که این چیزا رو زیر پاهای عیسی مسیح میذاریم، اون موقع عیسی نمیاد تو رو اسیر کنه بلکه تو رو آزاد کنه. اون موقع متوجه میشی در مسیح چه آزادی هست. زمانی که این شمشیر در دست ماست، این اسلحه تام، ما یک اسلحه تام خداوند داریم، ما فقط یک اسلحه تام خودمون داریم، جسمانیه که خودمون اونجا قایم کردیم، میترسیم، اعتماد به خدا نداریم. این چیزایی هستن که ما رو اونقدر ما رو محدود کردن، خفه کردن، چطور میتونیم پرستش کنیم با این حال؟ زمانی که خدا تو رو کلن از تمام این چیزا آزاد میکنه، اون موقع هست که جلال او میاد تو رو میپوشونه. پرستش عزیزان یه چیز فوق‌العاده بزرگتر از که ما احساس فکر میکنیم. پرستش فقط این سرود خوندن نیست، به حضور خداوند آمدن نیست. و زمانی که من میگم که امسال خدا میخواد کارهایی انجام بده در ما، منظوری نیست که الان ما باید یه کاری انجام بدیم. ما معمولا باید این خدا رو بجوییم و همینطور هم اجازه بدیم در قسمت ها وارد زندگی من بشه، زندگی ما بشه و اونجا شروع کنه سلطنتیشو برپا کنه در همه قسمت ها. اگر میخواییم بدونی که پرستش چه معنی داره، میتونیم بریم تو عهد عتیق. زمانی که این نقش عبادت و پرستش در عهد عتیق رو نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا کلن پرستش یه چیزی مقدسیه. زمانی که این هیکل عیسی مسیح رو، هیکل خداوند رو اینجا اسرائیل رو میدونیم، میدونستیم سه تا قسمت هایی بودن. قسمت راه بود، یعنی چیز حیات بود، و بعد از این قسمت دوم قسمت قدوس بود، بعد از این سوم قدس الاقداس بود که اینجا یک نقشه اینجا کشیدم. و در این قسمت دوم که اینجا مکان قدوس بود، اونجا یک مذبح بخوری بود، بخور، مذبح بخور بود. ما زمانی که بخوایم واقعا درست متوجه بشیم این معنی پرستش چیه، باید بریم تو عهد عتیق. اونجا همه چیز اینجا به وسیله این سمبول ها به ما نشون داده میشه این معنی پرستش چیه و چطور قوم اسرائیل اونجا میتونستن نزدیک خداوند بشن. و اینجا یک مذبحی بود، مذبح بخور بود، و ادویه‌های مخصوصی بود که اونجا باید سیب میسوزوندن، و ادویه‌هایی بود که خود خدا گفته بود. چند تا چیزایی مخصوصی بود که فقط و فقط برای پرستش اجازه داشتن استفاده کنن. در خروج باب 30 آیه 34 تا 38 اینجا، شاید نسیم جان تو بیا اینو بخون.
و قطری از آن را نرم بکوب و آن را پیش شهادت در خیمه اجتماع، جایی که با تو ملاقات میکنم، بگذار و نزد شما قدس الاقداس باشد و موافق ترکیب این بخور که میسازی دیگری برای خود مسازید. نزد تو برای خداوند مقدس باشد. هر که مثل آن را برای بوییدن بسازد از قوم خود منقطع شود. مرسی. پس خداست که اینجا این روش رو میده چطور میتونستن قوم خدا نزدیک به خدا بشن. بگن که جایی که با تو ملاقات میکنم باید از این چیزهایی، از این ادویه‌هایی بردارن، بکوبن و اونو میووردن. و معمولا این کاهن اعظم که این عکس دیگه چیز کن دوباره، این کاهن اعظم بود که در این قدس بود و این بخور رو میسوزاند و همینطور هم با این بخور که سمبول پرستش میرفت تو این قدس الاقداس. یعنی در این پرستش که ما میتونیم اونجا وارد حضور خداوند بشیم. و بعد از این میگه نزد تو برای و نزد شما قدس الاقداس باشه. یعنی زمانی که عیسی مسیح یا خدا در مورد قدس الاقداس صحبت میکنه، یه جای خیلی خطرناکیه، یه جایی که حضور خداست که مثل یه آتشی است، یه چیزی هست که هیچ کسی نمیتونه روبرو بشه، چون قدوسیت کامل خداست. و زمانی که خدا در مورد این ادویه صحبت میکنه، در مورد این مذبح بخور صحبت میکنه، بگی که یه چیز قدس الاقداس، یه چیزی خیلی مهمه. وای بر تو ای مرد یا هر کسی هست که این ادویه های برای خودخواهی خودت استفاده کنی. اونجا میگه اگه این کارو بکنی، میگه که از قوم خدا منقطع میشوی، یعنی جدا میشه، خدا تو رو جدا میکنه. پس چقدر باید این ادویه ها یا این مذبح بخور مهم باشه که خدا اینطوری صحبت میکنه. منظور اینطوریه که با چه نیتی میایم خدا رو پرستش میکنیم، با چه قلبی میایم پرستش میکنیم، با خودخواهی، خودپرستی، غرور در قلب ما. تقریبا این ادویه مثل اینطوری بگم، مثل اینکه این خودت هستی و با این حال میخوای بیای خدا رو پرستش کنی. و اینجا خداوند میگه که اینا رو نمیتونم قبول کنم. خود موسی که همینطورم که گفته که خداوند من میخوام جلال تو رو ببینم، که خداوند گفته که هیچ کسی نمیتونه جلال من رو ببینه و زنده بمونه. اینجا وارد یک خدا ترسی میشیم. اینم پرستشه که ما باید بدونیم با چه نیتی، با چه قلبی میخواییم او رو پرستش کنیم. به این خاطر این نکته هایی که من نوشته بودم، این نکته های انسانی، غرور و تکبر و نمیدونم حسادت، این ترمیم چیزهایی هستن که خدا نمیتونه، با این حال نمیتونیم بیایم به حضور خداوند، نمیتونیم با خدا ملاقات داشته باشیم و اینا مانع میشن که اصلا وارد پرستش هم درست نتونیم بشیم. بنابراین مناطقی وجود دارد که خداوند میگوید برای من قدس الاقداس است. یعنی مکانی هست که خداوند دیگه میگه که الان وارد یه بخشی شدی که من اونجا حضور دارم. ستایش مقدس ترین چیزی هست که وجود داره عزیزان. دوباره میگم مقدس، ستایش، پرستش مقدس ترین چیزی هست که وجود داره. چرا؟ ما عزیزان هر چیزی که ما در این دنیا داریم، هر چیزی که در روی زمین داریم، خدمت، کار و هر چیزایی هست، یک روز از بین خواهد رفت.
آنچه باقی میماند ستایش و پرستشی که در ابد ادامه خواهد داد. به این خاطر ستایش، پرستش مقدس‌ترین چیزی هست که وجود داره. یه بخشی هم هست که میخواییم نگاه کنیم در لاویان باب 10 آیه 1-3. اینجا یه کاهنی بود، کاهن اسرائیل بود و هارون و این دو تا سه تا پسرایی داشته و اینجا در باب 10 آیه 1-3 اینجا در مورد این دو تا پسران که خادم بودن صحبت میکنه و میگه که و اونا برای در هیکل اونجا خدمت میکردن و اینجا خدا اینجا نوشته شده و ناداب و ایهو پسران هارون هر یک مجمره خود را گرفته آتش بر آنها نهادند و بخوری بر آن گذاشتند، آتش غیر غریبی که ایشان را نفرموده بود. به حضور خداوند نزدیک آمدند و آتش از حضور خداوند به در شده ایشان را بلعید و به حضور خداوند مردند. پس موسی به هارون گفت این هست آنچه خداوند فرموده هست و گفته است که از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد. پس این دو نفر بودن که با نیت خودخواهی کل شخی خودشون آمدن میخواستن خدا رو خدمت کنن و در عهد عتیق اونجا دیگه هیچ بگم من علوم سن علوم باشه میبخشم دفعه دیگه این کار رو نکن نیست. خدا یک بار میگفت زمانی که وارد میشدن با نیت اشتباه اونجا میبینیم که بلا فاصله اونجا کشته میشدن، چون وارد یک بخشی میشدن که خود خدا بود. اینجاست که ما قدوس با قدوسیت خدا آشنا میشیم. عزیزان این خدای عتیق با خدای عهد جدید تفاوتی بینشون هست؟ یا هر دوتاشون یک خدا هستن؟ درسته یا نه؟ همون یهوه که در عهد عتیق صحبت میکنه همینجا عیساست؟ چیزی عوض شده؟ قدوسیتش الان در عهد جدید عوض شده؟ کمتر شده؟ آخر نه، انسان شده دیگه. با انسان میتونیم این کار رو انجام بدیم. در عهد عتیق همه میترسیدن از خدا. یک خدا ترسید بود. حتی قوم اسرائیل گفته که صدای خدا رو نمیتونیم بشنویم. اگه بشنویم میمیریم. موسی تو برو گوش کن. تو پیام رو برو. ما میترسیم. در عهد عتیق میبینیم که چطور قوم خدا از خدا، اونایی که مؤمن بودن چقدر از خدا میترسیدن. عظمت او، زیبایی و بزرگی او رو میدیدن. الان متاسفانه ما تو عهد جدید شدیم که عیسی الان آمده همون با محبت خودش ما رو نجات داده، همه کارا رو برای ما انجام داده که ما رو آزاد کنه از این اسارت، از شیطان و حیات ابدی به ما داده. فکر میکنیم الان این قدوسیت رو از دست داده، فقط خدا محبته. به این خاطر این احترامی که باید بهش بذاریم نمیذاریم. از کلام خدا نمیترسیم. درسته یا نه؟ ناطاعتی میکنیم. اخ اب نداره، خدا بخش میبخشه. عزیزان الان ما تو عتیق بودیم، فکر میکنم کسی اینجا در اینجا نبود. منم اینجا نبودم. ما به هر حال ما زیر فیض خدا زندگی میکنیم، درسته؟ یعنی ما اجازه داریم اشتباه بکنیم و یاد بگیریم. این از آنچه خداوند فرموده و گفته
است که از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمام قوم جلال خواهم یافت. پس هارون خاموش شد. حتی خدا به هارون گفت دهنت رو ببند، اجازه نداری گریه کنی. گوش میکنین عزیزان؟ گفت اجازه نداری، اون به من بی حرمتی کردن، فرزندان تو رو، فرزندان تو منو بی حرمتی کردن. کافیه بیس کارت رو انجام بده. این خدای ماست، عوض نشده، عیسی مسیح عوض نشده، خدای قادر متعاله. سوال من اینه که واقعا عزیزان باور میکنیم که عیسی خداست؟ باور میکنیم واقعا او پادشاه پادشاه رب و لربابه؟ پس چطور به او بی‌حرمتی میکنیم، نااطاعتی میکنیم، کله شقی میکنیم، دائما پادشاهی خودمون میخوایم نگه داریم؟ این سوال برای همه ماست، منم توشم هستم. در مزمور 45 آیه 11 اینجا خیلی خوب صحبت میکنه، ای دختر بشنو و ببین و گوش خود را فراده و قوم خود را، خانه پدر را فراموش کن تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زیرا که او خداوند تو است و پس او را عبادت نما، او را تعظیم نما، در برابرش سر فرود آور، چون او سرور توست. این مثل که خدا با ما صحبت میکنه. آیا واقعا اون میگه که فراموش کن همه چی رو، پدرت مادرت همه چی رو، منظور این نیست که الان بی احترامی کنی به. یعنی همه چی تو باید آزاد بشی از خودت. من مشتاق تو هستم. در مورد داماد صحبت میکنیم، عیسی مسیح و ما عروس هستیم و میگه همه چی رو فراموش کن زیرا خداوند توست، پس او رو عبادت نما، او رو تعظیم نما و برابرش یعنی سرتو خم کن، بیا با احترام که او پادشاه توست. به این خاطر خدا ما رو، کلیسای ما رو، مطمئن هستم در نه فقط کلیسای ما، فقط به خاطر ما، در تمام دنیا میخواد این کار رو انجام بده. اگه ما تصویر اشتباهی از عیسی مسیح داشته باشیم، بگیم آها عیسی مسیح پر از رحمت، پر از فیض، پر از راستیه، فقط قدوسیت او رو، عظمت او رو، این ابهت تو رو از بگذاریم کنار، پس تصویر درستی از عیسی مسیح نداریم. پس تقریبا همینطور هم ما پرستش میکنیم. خود استر رو نگاه میکنیم که زمانی که میخواست بره پیش خشایاشا با ترس و لرزش، یه پادشاه دنیایی بود، با ترس و لرزش، آیا ما رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه، با چه احترامی، چقدر باید خودش رو آماده میکرد که وارد این صحنه، جایی که خشایاشا بود. الان ما یه پادشاه پادشاه رب و لرباب داریم. بعضی وقت ببخشید اینطوری، بعضی وقت اینجا میشینیم با آدم پرستش میکنیم، بعضی وقت اصلا فکرمون یه جای دیگه هست، با تمام بارهای خودمون اینجا میاریم، با تمام بارها از اینجا برمیگردیم و باور نمیکنیم اون خدایی که واحده، اون خدایی که عاشقانه ما رو دوست داره، میخواد بار تو رو ورداره و میخواد زندگی تو رو به نظم و ترتیب برسونه. این سرودها رو الان ما خوندیم خود در مورد قدوسیت خدا. در مکاشفه باب 15 اونجا در موردش صحبت میکنه، عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند، ای خداوند خدای قادر متعال، عدل و حق است راه‌های تو. این در مورد کی صحبت میکنی؟ به کی میگن؟ به پاستورتون؟ به یک پادشاه دنیا؟ به عیسی مسیح میگن. این عیسی رو میپرستیم و میگه در آخر این افراد اینطوری سرود خواهند خود، عدل و حق از راه های تو ای پادشاه امتا، کیست که از تو نترسد خداوند و کیست که نام تو رو تمجید ننماید؟ کی؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمیع امتها آمده در حضور تو و تو رو پرستش خواهند کرد. زیرا که احکام تو ظاهر
گردیده است. این خدایی هست که عزیزا ما میپرستیم. این خدایی هست که هر یک شنبه به یک شنبه میایم اینجا خدا رو او رو میپرستیم. این خدایی هست که صبح زود زمانی که بیدار میشی او رو جستجو میکنی. این خدایی میپرستی که حق راستی است. عدل و حق است ای عیسی جان، راهای تو، تو پادشاه امت تو هستی. با تمام دل خدا من تو رو میپرستم، تمجیدت میکنم، تنها تو قدوس هستی. به این خاطر قبل از اینکه یک روز تمام امت ها بیان جلو عیسی مسیح زانو بزنن، پرستش کنن، قوم خداست که باید با این حال بیاد، با این قدوسیت، با این خدا ترسی جلوی اون پادشاه پادشاه پرستشش کنه. این فقط فقط زمانی که ما اجازه بدیم این صدا رو بشنویم و بگیم عیسی بیا منو از خودم آزاد کن، من خفه شدم از خودم، بیا منو آزاد کن که تو رو در راه و راستی، در خدا ترسی تو را پرستش کنم. یک حضور او عزیزان یک چیز فوق العاده میتونم بگم، عجیبه میتونم بگم، یک چیزی هست که نمیتونی توضیح بدی. زمانی که 6 ماه من ایمان آورده بودم، رفته بودم توی کنفرانسی در کانادا بود، موقع فرد ساله بود اونجا، کنفرانس هر سالهایی بود اونجا جمع می شدن، منم هر سال می رفتم اونجا. و شنیده بودم در مورد تعمید روح القدس، با زبان ها صحبت کردن. هنوز 6 ماه بود ایمان آورده بودم. بعد از این اونجا توی جایی که جمع می شدیم، توی انبار نبود بلکه فیتنس خان بود، اونجا جمع می شدیم و خیلی خوب یادم امروز صبح خدا من رو یادم انداخت. و زمانی که اونجا جلسه تموم شد، نهار بود، بعد از این همه رفتن که غذا بخورن، من 2-3 نفر بودن اونجا موندیم و گفتیم دعا کنیم که من میخوام تعمید روح القدس رو بگیرم، من میخوام واقعا حضور خدا بیاد در من در همه قسمت ها. و شروع کردیم فقط همینطور، نمیدونستیم چه کار کنیم، همینطور هللویا هللویا هللویا، فقط همینطور میگفتیم. یه مردی هم بود، یک شبان نبود بلکه مردی خدا بود، همینطورم میگفت باشه همینطور صداتون بلند کنیم، بگیم آخر چطور بکنم. همینطور شروع کردیم به پرستش کردن، شکر گذاری کردن، هللویا 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 هللویا. و اونجا احساس کردم یه اتفاقی افتاد و احساس کردم الان چند تا کلمه روح شروع کردم به صحبت کردن. و چیزی به خصوصی نبود، مثلا میگم الان یه کار بزرگی انجام بشه، فقط اونقدر تشنه بودم این روح بیاد منو فرو بگیره. بعد از این رفتم نهار، بعد از این شبم اونجا یه جلسه‌ای بود میخواستن یه فیلم مسیحی نشون بدن. و زمانی که اونجا نشسته بودم چراغ خاموش شد و یهو یک چیزی که عظیمتر، بزرگتر، که هیچ کنترلی اونجا نیست، آمد تقریبا مثل اینکه روی منو نشست. یه ابهتی بود، یه قدوسیتی بود، یه چیزی بود که نتونستم تحمل کنم. احساس میکردم الان میمیرم، خفه میشم. نه اینطوری خفه میشم مثل چیز، مثل اینکه دیگه از بین میرم. اونقدر عظیم بود که اصلا احساس میکردم له میشم.
فقط گفتم برو برو، نمیتونم تو رو تحمل کنم، نمیتونم، این جان من نمیتونه تو رو تحمل کنه. یه تقریبا نمیدونم چقدر طول کشید، گفتم نمیتونم الان بمونه، من میمیرم. اونجا اولین باری بود که با این قدوسیت ابهت خدا آشنا شدم که غیر تصوره. نسرینم این چیزها رو امروز صحبت میکردیم تجربه کرده، یه قطره از قدوسیت او مثل این که تو رو منفجر میکنه. این خدایی هست که ما میپرستیم، این خدایی هست که رفته روی صلیب کفاره گناه ما شده، قدرت شیطان رو شکونده، تک تنها، تمام دنیا و شیطان ضد او بودن، تک تنها این پیروزی رو برای تو و برای من آورده، از مردگان قیام کرده، راه رو برای ما باز کرده. الان ما اینجا استادیم، قلبمون نگه داشتیم، گفتیم نه مرسی، تشکر میکنم، فقط در قلب من سلطنت کنی، در زندگی من سلطنت کنی، نه خداوند. من احساس میکنم عزیزان خدا میخواد یه کار معجزه در زندگی ما به انجام بده، در زندگی تو انجام بده. امروز میخوایم وقت بذاریم بریم توی حضور خداوند با پرستش، تنها و تنها عزیزان با توبه و بازگشت، تنها زمانی که خودمون خم بکنیم به حضور او، واقعا عیسی رو ببینیم اینطوری که هست، اینطوری که ما نه خودمون اینجا برش درست کردیم. بابا نوئل نیست، فقط دوستی نیست، بلکه خدای قدوس، قدوس، قدوس. آسمون و زمین پر از جلال شکوه تو هستن، این عیسی مسیحه. زمانی که یحیی شاگرد عیسی مسیح با او زندگی میکرد، با او زندگی میکرد و بعد از این به خاطر او شکنجه دید، بعد از این توی جزیره پاتموس افتاد، اونجا دائما با خدا ملاقات داشت، یهو عیسی مسیح آمد جلوی او و او را دید، با ردای بلند در برداشت، بر سرش، بر سینه‌اش کمربند طلا، و سر عیسی مسیح، سر و موه او سفید چون پشم مثل برف سفید بود، چشمان او مثل شعله آتش. اینطوری توضیح میده اینو، این عیسی هست که ما میپرستیم، چشمان او مثل شعله آتش و پاهایش مانند برنج صقلی که در کوره تابیده شده، آواز او مثل صدای آبهای بسیار، و در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیر 2 دم تیز بیرون می آمد و چهره اش چون آفتاب بود که در قوتش می تابد. این عیسی رو من می پرستم، ما باید بپرستیم، زمانی به حضور او بیاییم. همون عیسی مسیح که زمانی که جلوی یوحنا آمد او عوض نشده، و یوحنا که با عیسی مسیح آشنایی داشت، چون او رو دیدم مثل مرده پیش پاهای او افتادم. دیگه اون عیسی نبود، این عیسی ناصری که روی راه می رفت، یک عیسی جلال یافته بود. و دست راست خود را بر من نهاد، گفت ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم، و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من هست. این پادشاه پادشاه ماست و رب الارباب ماست که این را میپرستیم. سوال من اینه که آیا میخوای امروز، شاید این تجربه‌ای که من اون موقع داشتم، واقعا اینو با تمام جان و دل میرفتم، همه رفته بودن نهار بخورم، من اینجا ایستاده بودم میگم تو رو میخوام، و خدا این روش میشنوه. امروز هم خدا میخواد این رحم رو به تو بکنه، تو
تو رو از خودت آزاد کنه که با چشم جدید او رو ببینی، با چشم روحانی او رو ببینی. آیا واقعا میخوای در قدوسیت او وارد بشی، در این قدس الاقداس وارد بشی؟ پس امروز میخوایم وقت بذاریم عزیزان، وقت و زمان در دست اوست. سرودهایی که آماده کردم که بتونیم بیایم به حضور خدا زانو بزنیم، توبه کنیم از تمام این چیزایی که اینجا نوشته شده، که غرور رو نمیدونم بی‌صداقتی، خودخواهی، حق طلبی، حق منه. چقدر ما با این حق منه، به من ظلم شد، به من حق منه میتونی استادیم و کار خدا رو خراب میکنیم. عیسی مسیح میگه که اجازه بده من حق تو باشم، میخوام تو رو آزاد کنم از این چیزا، نفرت، تکبر، ناعتاتی، بی‌حرمتیه. عزیزان با نسلینم با هم دعا کردیم که امروز خدا یک کاری معجزه در زندگی تو بکنه. رب داره به تو که آیا واقعا اینو میشنوی و میخوایی یا نه. او نخواهد آمد به تو هدیه بده، او نخواهد آمد تو رو برکت بده، او میخواد بیاد سلطنت کنه. آمین. چشمانو ببندیم. مرسی خداوند، مرسی خداوند که باور میکنم تو میخوای ما رو به یک بُعدهای جدید، بُعدهایی که خداوند هنوز وارد نشدیم، ما رو ببری. و خداوند میخوایم تو رو با این چشمایی ببینیم که واقعا تو هستی. میخوایم هر نوع تصوره اشتباهی که از تو داریم خداوند بگذاریم کنار. تو خدایی نیستی که فقط 2000 سال پیش اینجا بودی، بلکه جلال یافته هستی. حتی به مریم گفتی دست به من نزن. واقعا احتیاج به فیض تو داریم خداوند، همینطور که ما خوندیم خداوند رحمتهای تو از تخت تو ریخته میشه خداوند. همینطور که این سرود رو میخونیم، همینطور در دعا هستی، میخوایم الان بیایم به حضور او و هر چیزایی هست، هر گناهی هست یا ناتحاتی، هر چیزایی که الان روح القدس نشون میده، حتی خدمتهای تو، شاید خدمتهایی داری که فخر میکنی، هر چیزی که تو رو جلال میده،
بیایم بذاریم زیر پاهای او، فروتن کنیم. اگه واقعا میخوایی و امروز این صدای در قلب تو شنیدی که بتونی بیایی به حضور خدا، در جلو زانو بزن یا بیست با انگیزهای درست، نه یا جلو به خاطر برکت، فقط بیا جلو زمانی که میگه عیسی مسیح به تو اجازه میدم در من حکومت کنی، در این قسمت، در این قسمت. رها کن هر چیزی که تو رو اسیر کردم، هر حقی فکر میکنی داری اینو بیار زیر پای عیسی مسیح بذار، هر وابستگی هست بذار، او بهتر از همه چی هست. حضور خدا من بیاییم، هر تاجی که ما داریم، هر چیزی که روش فخر میکنیم، بیاییم به حضور خدا من جلوی پاهای او بذاریم. تنها به وسیله توبه و بازگشته، زمانی که فروتن میشیم، اون موقع هست که خدا، روح خدا میاد. بیا بگو خداوند آمدم، میخوام خودم رو بسپارم، بیا در زندگی من معجزه کن، بیا خداوند در شخصیت من تو معجزه کن خداوند. I'm loved by.
شرارم. احساس میکنم خیلی افراد زیادی هستن که خدا تو رو صدا میکنه. این آمدن تو جلوست که اونجا غرور شکسته میشه. اجازه بده، اجازه بده خدا کار کنه. جلوی خدایی هستی که جایی که فروتن میکنی خودش گفته فروتنان را فیض میبخشم، متکبران را مقاومت میکنم. خیلی هستن که خدا با تو صحبت کرد، نقص و رست و رد بشه. بیا اجازه میدیم خدا من بیایی بیا خدا من ما را رها کن از خودمون بسجن. بیا روح القدس هر چیزی که جلوی اون
پرستش قرار گرفته. بیا خداوند بردار، به تو اجازه میدیم خداوند، بشکن خداوند هر چیزی که ما را از عیسی مسیح جدا میکنه. به تو داریم، مرسی که تو امروز هم اینجا هستی خداوند، با فروتنی آمدی به حضور تو، میخواییم زیبایی تو رو، شکوه تو رو در خودمون ببینیم خداوند، خیلی عمیق‌تر، خیلی زیباتر از این که چیزهایی که ما، چیزهایی که من در خودم دارم.